محور سند تحول هستش. این دوره دوره تحول و تعالی خواهد بود و باید ما همان گونه که انتظار به حق مردم هست با وحدت و یک پارچگی تمام با همه مسئولین، با مجلس، با دولت، با نیروهای نظامی و انتظامی بتونیم با همکاری همه جانبه با یکدیگر ان شاء الله قدم‌های بلند و جهشی را در جهت چند نکته به صورت ویژه برداریم. یک، گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، تأکید می‌کنم در همه ساحت‌ها. دوم، مبارزه جدی‌تر، قاطع‌تر و بدون تبعیض باز با فساد در همه عرصه‌ها. سوم، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزانتر و ان شاء الله در مواردی به صورت ان شاء الله مجانی به مردم. عرض کردم تیتوار فقط عرض می‌کنم، توضیح نمیدم. استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیشرو از جمله برای پیشگیری از وقوع جرم، از جمله برای کاستن ورودی‌ها و کاهش ورودی‌ها به قوه قضاییه، از جمله برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش و امثال هم. از همه ظرفیت‌های مردم باید بیش از پیش انشاءالله استفاده بکنیم. ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع. خب همه قائل هستیم، در قانون اساسی هم اومده، در این ابلاغ هم که معظم رهبری ملاحظه فرمودید عنایت فرمودن. این سازوکار میخواد یه تعریفی درستی بکنیم، یه سازوکاری هم را ایجاد بکنیم تا بتونیم انشاءالله از آزادی‌های مشروع بیش از پیش و بیش از گذشته دفاع بکنیم.